هند را میتوان الگویی مناسب از توسعه معرفی کرد اگر هند مثالی از توسعه فراگیر است چرا این همه اخبار ناخوشایند از اون میشنویم سلام در پرگار تا به حال یک کشور خاص را موضوع بحث برنامه قرار ندادیم اما هند هر کشوری نیست هند بزرگترین دموکراسی نامیده می شود هند نه فقط یک کشور بلکه یک ایده است ایده مبارزه با استعمار بریتانیا و استقلال از آن با پرهیز از خشونت در چند دهه اخیر هند به نماد مدرنیزاسیون و رشد پرشتاب هم تبدیل شده است. اما در این حال بسیاری از پیش بینی ها در مورد آینده هند از جمله در مورد فراگیر شدن ارزش های مدرنیته به اخشار متفاوت و زدوده شدن مناسبات تبعیض آمیز حالا خیال پردازانه به نظر میرسد. چرا چرا خبرهای ناخوشایند در مورد هند از تجاوزهای گروهی به زنان تا تبعیضهای مبتنی بر کاست و قشر اجتماعی مرتب سرخط خبرها می شود آیا می توان هند را سرمشقی برای توسعه در همه ابعاد از رشد فنی و صنعتی تا توسعه سیاسی و اجتماعی نامید رامین جهان بگلو استاد فلسفه در هند که بخش اعظم زندگی خود را در حال حاضر در آن کشور می گذراند هند کماکان می تواند مثال خوبی برای توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشد و اخبار ناخوشایند در مورد هند نباید این پیشرفت ها را در سایه قرار بدهد. فرزین وحدت استاد علوم سیاسی در آمریکا معتقد است آنچه که در قیاس با ایران در هند کمتر می بینیم عاملیت و کنشگری و خودمختاری فردی است. از او خواهیم پرسید منظورش چیست؟ و هایده مقیسی استاد دانشگاه در یورک کانادا که با آثار فمینیست های هندی به خوبی آشناست میگوید هند کشوری است پیچیده و وسیع و نباید اون را به یک تصویر ساده کاست خیلی خوش آمدید آقای جان بگلو شما کماکان معتقد هستید که هند یه مثال خیلی خوب برای توسعه در همه ابعادش این سرمشق رو به ما بگید بر چه اساس شما برای کشورهایی مثل ایران و افغانستان کماکان زنده و پویا میدونید ولی بله شما یه مقداری خودتون نام بردید از خصیصه های گوناگونی که هند داره از جمله دموکراسی رو گفتید ولی خب تن هند ویژگی های خیلی بیشتری هم داره مثلا مسئله تنوع قومی و زبانی و دینی هست که تقریبا هیچ کشوری در جهان به این, این تنوع رو نداره یا مثلا شما جامعه ای هستش که شاید یکی از نادرترین جوامع جهان باشه که در زمین این که جامعه سنتی هستش زمینا جامعه مدرن هم هست یا هفتاد درصد هند روستاست یعنی شما تقریبا کمتر کشوری دارین که علائم مدرنیته درش باشه ولی 70 درصدش روستایی باشه یعنی چیزی بالای یک میلیون روستا داشته باشه و البته یک کشوری که کاملا سکولاره در قانون اساسیش سکولاریزم ذکر شده ولی یه جامعه است که درش معنویت و دین نقش خیلی خیلی مهمی رو بازی میکنن بنابراین حالا نکته آخرش هم که من میتونم بگم نیست که به نظر من هند آخرین مخزن متافیزیک دنیاست متافیزیک از این جهت دارم میگم که نه تنها آرمان های فلسفی هنوز در اونجا زندن بلکه تمام آرمان های معنوی دنیا در اونجا زندن یعنی از تمام نقاط جهان مردم میرن اونجا برای مدیتیشن و یوگا و یعنی هند اینطوری هم شناخته شده ولی کلا هم که شما فرمودید و حرف درستی هم هست به ویژه هموطنان ما به خاطر ناشنایی کاملی که دارن با هند تعصباتی هم دارن یعنی هند به عنوان یک کشور فقیر کثیف عقب مونده شناخته شده در صورتی که هیچ کدوم از این جنبه ها الزامن تمامی هند رو توصیف و تعریف نمی کنه. هند البته درسته که کشوری هستش که درش فقر خیلی زیاده درش بیسوادی خیلی بالاست ولی کشوری هم هستش که در سیاست یکی از کشورهای بزرگ دنیاست کشوری است که از نظر تجارت بین کشور مهمیه همه میخوان باش تجارت بکنن و به ویژه سرمشق برای خیلی از دانشگاهی ها، کسانی که تحقیق میکنن یا در زمین های روشنفکری و هنری میدونین که من فکر نمیکنم که بینندگان آشنا نباشن که بالیوود که یکی از سه مرکز چون هند سه تا مرکز سینمایی داره یکی در تامیل نادو یکی در بنگال و یکی هم در بمبئی که بالیوود هست امروزه هالیوود که دیگه خودش محضر یعنی در واقع مکه سینما بوده الان از هندیا میخوان که بیان باهاشون سرمایه گذاری بکنن و سینمای هالیوود با بالیوود همکاری بکنن چون تقریبا هزار فیلم در سال در بالیوود یعنی در بمبئی ساخته میشه بله آقای وحدت شما بر اساس یه ایده یا تفسیر خاصی از مدرنیته و انسان مدرن نظر متفاوتی در مورد هند دارید به ما ابتدا بگید که این مبنای تئوریکی که دارید چی هست ببینید به نظر من اولا مدرنیته رو باید یه جورایی تعریفش کرد هزار میشه تعریفش کرد ولی خب مکتب فکری انتقادی من به اون التجام میکنم مکتبی که مکتب فرانکفورت هم فرانکفورت نامیده فرانکفورت میشه بره. از, از, از کانت و هگل و مکتب فرانکفورت و حالا هابرماس اینا بره. این اساس دنیای مدرن اینه که آدما فعالیت و عاملیت کسب بکنن حالا اینا چی هستن بعد برگردیم به دنیای ما قبل مدرن دنیای ما قبل مدرن اکثر مردم نه همشون آدمای بتراکی بودن نسبتا سست بودن زبون بودن جبون بودن ستم پذیر بودن قضا قدری بودن کم اراده بودن اه، اه، و اه، به یک کلام منفعل بودن ولی تو دنیای مدرن افراد اه، اه، صفات عکس اینا رو کسب میکنن که توانمند میشن با اراده میشن قدرتمند میشن کنشگر سیاسی اجتماعی میشه کنشگر خب. سیاسی اجتماعی به یک به یک واژه اگه بخوایم بگیم عاملیت فعالیت کسب میکنن و ستمگریز میشن یا ستم, پز، ستم ستیز میشن میدونین اینا تمام از اون حالت منفعل بودن در میون و عکس این صفات رو کسب میکنن خب بر اساس این مبنای توریخ شما پیش از برنامه من گفتید که در ایران فاعلیت کنشگری بیشتری هست تا هند و به این معنا فکر میکنید هند به اون مدرنیتی که شما فکر میکنید کنه مدرنیته یا میشه گفت فاز حد اکثری مدرنیته نرسیده چنینه واقعا؟ ببینین اینایی که حرفایی که میزنیم نسبیه بله؟ به نسبته ولی خب توی این تئوریا هند یک کشوریه که کمتر عاملیت توی توی توی, توی هستی شناسیش وجود داشته مثلا همون اعتقاد به تناسخ خب این دفعه نشد، توی این زندگی نشد من خیلی احتیاج ندارم تلاشی بکنم توی دنیا اثر بذارم، منفع... خب دفعه بعد که به دنیا میام، وزن بهتر خواهد بود این انگیزه چندانی نمیده که... به افراد معمولی که برن، کسب بکنن، کوشش بکنن خودشون رو بسازن اراده به خرج بدن این یه مقدار کمتر اون البته میگم این اما چیزای نسبیه مانه. اون کنه فرهنگ به نظر من با کشورهای مثل ایران فرق میکنه مکس ویبر میگه اصلا اسلام یا دین غربیه منظورشم همینه در متضاد با کشورهای مثل آینه هندو و چین اونا تو فرهنگشون کمتر این انسان فاعلیت یافته و عاملیت یافته یعنی اینکه حداقل مبانی نظریش وجود بیشتر وجود قوی در اسلام انسان فائل و کنشگر بیشتر جای فعالیت داره در قیاس با آینهای شرقی یعنی دقیقا نه. این واقعا به امروزه رسیده و تاثیر میگذاره روی فعالیت انسان هندی و برعکس اسلام روی فعالیت به نظر انسان من همه اینا نسبیه برای اینکه ببینید این خدای ادیان توحیدی خدای کنشگر اراده قوی داره بینش قوی داره دانش زیاد داره و اینا یه جورایی فراافکنی شده و بعد همون اونا همون صفات رو انسان صفات رو انسان جانشین خدا در زمین حساب میشه دیگه توی مسیحیت انسان پسر خداست و روح خداش در میده شده و پرتستان ها فکر میکردن که انسان اون پروتستان ابزار خداست یعنی یه یه به هر حال داره ولی توی اسلام جانشین خداست در زمین دیگه این, از این مقام کنشگری و... اگر چنینه شما فعالیت هندیا رو در نهزت چندین دهیشون برای استقلال از بریتانیا که علا فلسفه ماتما گاندی خیلی هم غیر خشن نبود یعنی کشتارهایی شد البته از جانب سربازان انگلیسی یکی از این کشتارها چنان مشهوره که هنوز هم نه فقط در هند در سطح جهان به خاطر آورده میشه که مردمی که در یک میدان بزرگی جمع شده بودند توسط سربازان بریتانیایی مورد هدف قرار گرفتند مردمی که هیچ وسیله دفاع از خودشون نداشتند و کماکان اینا ادامه دادن استقلال کسب شد بعد از اون طی چندین دهه در سیستم سیاسی تلاطم وجود داشته در هند و الان به اینجا رسیدن که به گفته آقای جان بگلو بزرگترین دموکراسی دنیا رو دارن این فعالیت درش دیده نمیشه چرا دیده میشه میگم همش نسبیه ولی خب در مرحله اول چرا مستعمره شدن اه. مثلا توی دنیای اسلام کمتر کشوری مستعمره اروپایی ها شد خیلی مقیاسش کمتره و طولان مدت طولانی بدون تقریبا هیچ جنبش زیادی خب این مبانی نظری داشته نظری داشته. داره. هستی شناسانه داره آه، آه، و باز ولی به هر حال نسبیه و, 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 میتونن وارد بکنن میدونی چی میگم این آه، آه، میتونن وارد بکنن ولی خب همونطوری که شما میگین و راه میدم روش تاکید میکنه اونا خشونت خوشونت گریزتر از ما هستن بله بسیار خب به خشونت در ادامه صحبت خواهیم کرد خانم مقیسی شما که با مسائل زنان هند از طریق آثار فمینیست های هند آشنا هستید نظرتون چیه؟ من فکر کنم که اولا من باید اینو بگم که من خودم متخصص هند به هیچ عنوان نمیدونم آقای جان بگلو خب کارش این هست تحقیقاتش رو بهم. این هست توی هند زندگی میکنه و حال اطلاع من فقط در زمینه مقایسه به اصطلاح آنچه که زنان در ایران یا هند از مدرنیته به دست آوردن دلی. هست است و به همین جهت من میخوام به این مسئله پردازم هند بسیار همونطور که آقای جمان بگلو گفت بسیار کشور پیچیده هست و سرشار از تضاد مدرنیته به هر حال در مقاطعی هم در هند و هم در ایران تجربه شده و تاثیرات متفاوتی روی حقوق زنان و موقعیت زنان گذاشته اما در این حال مشابهات هایم داره در در هر دو کشور اگر ما مدرنیته رو به عنوان یه سلسله خصایص ویژه مدرنیته بپذیریم مثلا فرض کنین سکولاریسم یا اورفیگرایی آزادی به خصوص مساوات برابری انسان ها و انسان محوری محوری یعنی اینکه انسان موجود مختاری هست و میتونه تصمیم بگیره به نظر من در ارتباط با حقوق زنان در هیچ کدوم از این دو کشور مدرنیتی به اون معنایی که در اروپا تحقق پیدا کرد تحقق پیدا نکرده درست هست که در هند به هر حال مسئله سکولریزم یا عرفیگرایی و مسئله برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی هند هست و در قانون اساسی نه مشروطه و نه در قانون اساسی بعدی ایران چنین چیزی وجود نداره بله. اما قانون اساسی چیزی هست و پراتیک اجتماعی یا اون که در عمل انجام میشه بحث دیگری هست به همین جهت من میگم که مشابهت وجود داره در دو هر دو کشور یکی از موارد مسئله حقوق زنان هست مشابهت از این نظر که از همان ابتدا مسئله حتی در پروسه مدرنیته چه در ایران و چه در هند مسئله حقوق زنان و حتی رفتار زنان، حتی لباس زنان یک مسئله مورد بحث و گفتگو بین طرفداران مدرنیته و مرتجعین و مخالفین مدرنیته بوده. به همین جهت من میگم این تفاوت ها وجود داره. مشابهت ها وجود داره. و بعد حساسیت نسبت به اینکه زنان در حقیقت هم در هند و هم در ایران نماینده هویت ملی تلقی شدن از چه طریق از طریق تحت کنترل گرفتن جنسیت زن آزادی عمل زن و اهمیت سنت ها در خانواده و در اجتماع در ارتباط با حقوق زنان به همین جهت من معتقدم که مدرنیته به اون معنی که به هر حال در اروپا از قرن 17 شروع شد هنوز هم در هند و در ایران یک آمال هست یک آرزو هست که باید انجام بشه و بخصوص مسئله سکولریتی یا ارفیگرایی بسیار اهمیت داره همونطور که میدونین در رابطه با حقوق زنان مسئله مساوات العاده اهمیت داره برای اینکه فرض کنین در ایران مساوات دیگه بله بله. مساوات رسمی بله ولی اگر خب اون, اون اهمیت حقوقی و رسمی قوانین هند و نه فقط قانون اساسی بلکه قوانین موضوعی از جمله همین اخیرا در مورد سه طلاق کردن که بله. در میان مسلمان های هند رایجه قوانین هند فولاد سختگیرانه هستند 100 درصد سختگیرانه هستند به همین دلیل من گفتم که با اینکه بف... قانون اساسی این, این مسائل رو این خصیصه ها رو داره اما در عمل شاید بشه گفت از بعضی جهات حقوق زنان هند از بعضی جهات حتی پایین از حقوق زنان ایران میتونه تلقی بشه نه از لحاظ قانونی از لحاظ قانونی بسیار روشن هست این مسئله اما همیت سنت ها ببینید در ایران در فقه شیعه اساسا مسئله برابری انسان ها مطرح نیست برای اینکه فقه شیعه تفاوت میذاره بین اه اه و مسلمان و غیر مسلمان تفاوت میذاره بین سنی و شیعه تفاوت میذاره بین زن و مرد و حتی پس از انقلاب 1979 تفاوت میذاره بین معتقد و متدین اما در هند این در قانون این مساوات وجود داره اما سیستم کاست در هند وجود داره سیستم تبعیض بر اساس بر طبقه اجتماعی, که اینجا منظور طبقه اقتصادی نیست بلکه های بل. جان بگلو ما اگر بخوایم قانون اساسی هند رو مقایسه کنیم شما اشاره بهش کردید شاید بشه گفت که کمتر کشوری پیدا میشه که چنین قانونی از نظر مساوات حقوقی افراد از نظر همجوری گفتید عرفیگرایی و همینطور از نظر سازوکار سیاسی مثلا فدرالیسم جا افتاده است مثلا کار احزاب به راه از همه این جهات قانون اساسی واقعا نمونه است ولی وافت جامعه هند به کلی متفاوته به این ترتیب میشه گفت که جامعه هند به یک معنا دو شقه است اون چه که این پایین میگذره شاید به دلیل فقر زیاد شاید به دلیل به گفته خانم مقیسی به دلیل سیستم کاستمندی کاملا متفاوته با اون چه که در قانون میبینیم بله درسته اگه جز بدیم من پاسخ به سوال شما رو همراه با پاسخ به صحبت اه... دوستانی که اینجا هستن تکمیل میکنم ببینید در جامعه ایران سنت ها تضعیف شده و ولی در هند سنت ها هنوز کماکان با وجود دموکراسی لیبرال بسیار قوی هستند و مردم بسیار سنتی هستند یعنی احتیاجی نیست که فشار بیارم به یک زنی که تو باید اینطوری لباس بپوشی او بنا به سنتی که بهش اعتقاد داره اینطوری لباس میپوشه درسته یا ممکنه که مثلا روسری داشته باشه یا نداشته باشه حالا هر جور جوری که دلش بخواد میتونه این کار بکنه از نظر قانونی نمیتونم بهش فشار بیارم و این خیلی موضوع مهمیه نکته دوم که آقای وحدت بهش اشاره نکردن که مسئله خیلی مهمیه هند دومین کشور مسلمان جهان از نظر جمعیتی 14 درصد یک 14 ممیز یک درصد جمعیت هند یعنی در حدود 250 میلیون نفر مسلمان, مسلمان هستند بنابراین خب میشه گفتش که یک کشور مسلمانی است که دموکراسی داره میدونید برخلاف خیلی از کشورهای مسلمانی که ندارند و اسلام در اونجا باز به صورت سنتی خیلی نقش مهمی را ایفا میکنه ولی اسلامی است که اسلام شبه قاره ای بهش ما میتونیم بگیم یعنی اسلامی است که با اسلام آفریقای شمالی متفاوته جدید این اسلام در در نه خیلی هم جدید نیست این برای اینکه این اسلام بله جدید از نظر اینکه برای 400 500 سال اونجا حکومت داشتن ولی به حال شما پادشاهانی مثل اکبر داشتید که زن هندو داشته میدونید شما آقای در زمان در, در این شاه بله یک مرکز فرهنگی خیلی یک مرکز فرهنگی بسیار شهر. مهم بوده بله از توش آدم های مثل و اینا در اومدن ولی خیلی خب حالا میتونیم بگیم مسائل خودش هم داشته بنابراین عادت کردم با هم زندگی کنم بله ولی بله بذارید بله تفاوت اون چه که در قانون هست اون چه که در جامعه میگذره رو که در سوال من بود روش مکس کنیم در هند گفته میشه چیزی در حدود 600 میلیون نفر دسترسی مستقیم به توالت شخصی ندارم وقتی میگم شخصی درسته. یعنی مال خود و خانواده و تمیز این معنیش چه خواهد درسته بود یعنی شما میتونید بهترین قانونا رو داشته باشید ولی وقتی این مملکت رو از فقر بیرون نکشید اون وقت میشه ادعا کرد که مدرن هستید این مملکت رو از فقر بیرون نمیشه کشید این کارو فکر, فکر نکنید که جوال نهرو و گاندی و دیگران نمیخواستن بکنن هند موقعی که استقلال پیدا میکنه در حدود 300 میلیون جمعیت داره و خیلی مشکل ادارش و من همیشه به هموطنان خودم میگم ما ما الان 80 میلیون تقریبا جمعیت داریم ما اگر 300 میلیون بودیم هم دیگر میخوردیم ایرانیا و اینو ایرانیا در نظر نمیگیرن که چقدر مشکلی که شما بتونیم برق و آب و بهداشت و آموزش برای همه میگم یک میلیون روستا فقط هستش و مهمترین جنبهش که اتفاقاً اینم هم باز هموطنان ما نه هموطنان ما دولت مرکزی یعنی ایران اصولا برات مسئلهشون دولته آه یکی بیاد یکی بره اون دولت باید به ما سرویس بده در هند اصلا چنین چیزی نیست هند جامعه مدنی مهمی داره که خودش به خودش میرسه یعنی بیشترین تعداد سازمان‌های غیر دولتی در جهان در هند هستن چرا به خاطر اینکه این سازمان های غیر دولتی با فحش و مبارزه میکنن برای بهداشت کوشش میکنن برای آموزش همین دو سال پیش یک جایزه نوبل صلح رو دادم به کسی از همین هندیایی که یکی از سازمان های غیر دولتی رو داشت چرا به خاطر اینکه به کار کودکان می‌پردازن درصد سواد درست سواد چقدر تو هند درصد سواد پا... بالا نیست بنز ایران ولی به خاطر اینکه جمعیت خیلی زیاده ببینید اینا رو با تماش در نظر بگیریم هند تعداد که در واقع با به اندازه ایران نیستن ولی این به خاطر این نیست بله به خاطر این جمعیتش اجازه بدید آقای وحدت ما یه عکس بندازیم روی این صفحه الکترونیک پشت سر من و بر اساس اون به سه تا خبری که در یه وبسایتی که من دیدم نگاهی بندازیم حالا چرا من این وبسایت رو پیدا کردم برای اینکه برای این برنامه که سعی کردم آمادش هم دیدم مدام وقتی به جستجو میکنی در اینترنت خبرای بد میشنوی زدم خب ب... نیوز news ایندیا خبرهای خوب در مورد ایندیا و یه همچین وبسایتی اومد better india better ایندیای بهتر هند بهتر و من میفهمم که اون کسایی که پشت این وبسایت هستن چی فکر کردن فکر کردن این همه خبر بد در میاد و خبر عموماً فی نفس بعد دیگه یعنی وقتی یه حادثه اتفاق بیفته که ناخوشایند خیلی خبر میشه نیوز و بله اینجا همون من فقط سه تا عنوان بالا رو به شکل افقی میخونم یکیش در مورد زنی است در کرالای هند که در یک دعوای دامندار حقوقی بالاخره در دادگاه برنده شده و این دعوا وقتی شروع شد که فیلمی منتسب به این زن در شبکه های اجتماعی منتشر شد و بر اون اساس این زن در شوهرش طلاقش داد ولی این زن گفت که من نیستم این و بالاخره بعد از سالهای سال با کمک بخش از جامعه مدنی اون ایالت این تونست این دعوای حقوقی رو ببره دومیش در اون وسط در مورد کمپین واکسیناسیون فلج کودکانی که ما داریم راجع به چند میلیون بچه صحبت میکنیم که این کمپین فوق موفق بوده یعنی یکی از کشورهایی که علی فقر داره ریشه کن میکنه فلج کودکان رو و سومیش در مورد یه میوه که متخصصان هندی در شمال هند دارن پرورش میدن که اسارش خواص خوب شکر رو به مراتب بیشتر داره و از مذرات شکر رو نداره ما داریم راجع به همین کشوری صحبت میکنیم مثلا من همون دومی رو واکسیناسیون واکسیناسیون کاری نیست که یک دولت بتونه در این ابعاد انجام بده یک جامعه باید فعالیت از خودش نشون بده باید تحرک نشون بده که چه به چین چیزی برسه دیگه به این ترتیب با، با، فکر نمی کنید که واقعا اون تئوری رو نمیشه روی هند انداخت یا کماکان ببینید باز میگم هیچ چیزی سیاسفید نیستش بله، بله. در مورد هیچ جامعه‌ای در مورد هیچ کشوری ولی شما وقتی که نسبی نگاه میکنین کمتره دیگه شما خودتون گفتین 600 میلیون نفر دسترسی به توالت درست ندارن این یعنی نشون میده که این 600 میلیون از خودش هیچ فاعلیتی نشون نمیده که بابا منم آدمم باید توالت داشته باشم بچم مریض نشه بیفته بمیره نمیدونم خودم تو این فقر و فاقه زندگی نکنم این نشون میده که اون تو جمهور ناسشون هنوز اون قلیان از زیر کمه دیدین باید 600 میلیون آدم نصف جمعیت دسترسی به ابتدایی ترین احتیاج بشر نداره و حسم نمیکنه که میو این میدونید که حس نمیکنن این نکته مهمیه یعنی یا این یه کاری راستش میکردن من من فکر میکنم که هر دوی دوستان یه نکته رو فراموش کردن در مورد هند اون مسئله کلونیالیزمه استعمار, استعمار هند هست به حال استعمار هند هنوز که هن... هنوز است در هند احساس میشه فراموش نکنیم که شما آی جان وگلو در مورد تحولات هند صحبت میکنیم ولی واقعیت این هست که فرض کنید صنعت نساجی هند میبایست نابود بشه در خدمت صنایع انگلیس بله خب این میشه حد زد که تا چه تأثیری در رشد و توسعه اقتصادی یه مملکتی میذاره در مورد نقش دولت واقعا من معتقد نیستم که نقش دولت اینقدر بی اهمیت است و جامعه دولت مسئول است که برای مردم به هر حال این امکانات رو فراهم بکنه یکی مسئله کلونیالیسم هست و بعد وقتی ما میگیم هند کدوم هند رو ما داریم صحبت میکنیم هندی که در روستا زندگی میکنه هنوز تحت تسلط به اصطلاح کت خدای مربوطه هست حالا اگه در مقایسه با ایران صحبت کنیم یا هند شهری که بسیار بله. هم مدرن هست هند همین هند روستایی رو که در صحبت های آقای وحدت رجوع به 600 میلیون بدون توالت کرد البته باید بگم این رقم یک رقم دقیق نیست برای اینکه خیلی سخته چنین رقمی رو شما با دقت بهش برسید دیگه ولی این چیزی که در خیلی از رسانه ها گفته شده همین زنان هند در روستاها گفته میشه یکی از دلایلی که مورد تجاوز گروهی قرار میگیرن اینه که باید صبح زود بلندشن طوری که قبل از اینکه مردان دسترسی پیدا کردن به این توالت های خارج از روستاها اینها برن و کارشون رو انجام بدن این مسیر مسیر از روستا به توالتی که غالبا نزدیک نیست مسیر خطرسازی مسیر پر مخاطریه. خب حالا تص... که ما از این میگیریم یکی اینکه اگر عملیات نیست نتیجه فقره یعنی این نیست که احساس نمیکنن، این در ارتباط با صحبت های آقای آ... اون که من ولی ده... از طرف دیگه آیا چند صد میلیون زن اگر نگاه ایشون رو بپذیریم اینها و سازمان های مدنی زنان اینها نمیتونن کمپینی را بندازن برای اینکه توالت در نزدیکی روستا طوری باشه که این زنها در این مسیر اینقدر دچار مشکل نشن تجاوزهای گروهی قتل قارت، زورگیری و همین‌ها البته اون تجاوزات من مطمئنم می‌دونین که دلایل خیلی پیچیده‌تری از نبود ولی این توالت. می گفته میشه خب این دلائل می در دلائل دلائل. روستا تاثیر داشته بله باشه بله بله. ولی خب می‌دونین منظورم این هست که نباید یک مسئله بسیار صحب. پیچیده رو تبدیلش کرد به یه توضیح بسیار ساده اما مسئله سنت ها واقعا همونطور که گفتن بسیار جدی هست در هند و طبیعتا خب تاثیر داره منتها باز همون مسئله شهر و روستا باید خیلی جدی گرفت ما یکی از فعالترین و به اصطلاح مولدترین جنبش های فمینیستی رو در هند داریم منتها خب طبیعتاً این مربوط به شهرها هست در روستا نمیتونه چنین چیزی خب وجود داشته باشه اگر این جمعه فمینیستیشون بیشتر محدود به ببخشید و در مورد هست. توالت اتفاقا خیلی فعالیت کردن همینطور هم بود که بلن. آقای مودی دو سال پیش تقریبا بلن. یکی از جز یکی از برنامه هایش ایجاد توالت های عمومی وسیع در بلن. هند حالا نمیدونم انجام چقدر شد نتیجه یا نه برای بلن... اینکه جم... چقدر نتیجه داده برای اینکه واقعا نمیشه اصلاً. هند رو با... با یک دولت مقتدر تصور کرد این مشاهده شخصی خود من آقای جان بگلو من بین جیپور و یه شهر بزرگ دیگه هند در سفر بودم همراه با همسرم در یه بزرگراهی که بزرگراه خیلی خوبی بود یک مرتبه بعد از 150 کیلومتر به جایی رسیدیم که ادامش بوز می‌چرید بله. از خود هندیا پرسیم که چی ماجرا گفتن که دیگه ده دوازده سال این بزرگ راه ول شده به حال خودش از این به بعد باید بندازیم توی بیراهو و خاکی و اینها گفتم بله. مگر دولت ایالتی دولت... گفتن کرابشن فساد فساد حس نمی کنید در هند چیزی به اسم دولتی که سرویس دهنده است خدمات دهنده است وجود داره این یه ایراد مهمه در مدرنیته این فقط مشاهده شخصی من نیست برای اینکه جالب که چند ماه بعدش یه مقاله خیلی مهم اکانومیست نشریه معتبر در به زبان انگلیسی این بود که یکی از چالش های هند نداشتن دولت مقتدر خب درسته ببینید از ابتدای ام ولی وقتی که من برمیگردم به همین تز عملیات آقای وحدت عملیات از اون ابتدای ام بوده اتفاقا هندی ها مبارزاتی که با از 1857 کردن قبل از اینکه گاندی تا به پاش به هند باز بشه یعنی برگرده از آفریقای جنوبی مبارزه کردن کشته شدن در ما با انگلیسا و این عملیات خودش در همین عدم خشونتشون بوده ولی وقتی هم استقلالشون رو پیدا کردن نهرو و بقیه واقعا میخواستن که تا اونجا که میشه دولت بتونه خدمتگذار مردم باشه اصلا نهرو میگه یکی از حرفاش میگه ما خدمتگذار مردم هند هستیم بس. من یه نکته رو بگم تا یادم نرفته ببینین در مورد زنان و اقلیت‌های های جنسی همین اخیرا در هند یه اتفاقی که در هیچ از کشور مسلمان نفته و در ایران این دگرباشان رو دار میزنن میدونین تفاوتش با هند اینه آزادی دادن برای از ازدواج دگر باشن بعد از 150 بعد از 150 سال بله آقای وحدت ببینید مصدر مدرنیتی چند تا فاز داره اون فاز اولش که همون کسب آمدنیت خیلی کسب وح... عملیات و بله. فعالیت و بله اینا هستش اون فاز خیلی وحشتناکه خوشونتبار وحشتناکه اه 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 زن ستیزه، دیگر باش ستیزه به خاطر اینکه این قدرت به دست آوردن اولا با خشونت همیشه همراه بوده در تمام جاهایی که من میشناسم از خود انگلیسش در قرن 17 هم که پروتستانیز شروع میشه و جنگاشون شروع میشه در ظرف 400 800 هزار نفر کشته میشن یعنی برای جمعیت اون خیلی باید. خیلی زیاده مثلا شاید مثلا یک سوم جمعیت از بین میرن بعد زن ستیزی خیلی بیشتر میشه به خاطر اینکه توانمند شدن قدرت به دست آوردن هم اکثرش تفسیر مردا بوده و قدرتمند شدن قدرت به یه چیزی یا یه کسی باید اعمال بشه <applause> پدرسالاری خیلی قوی تر میشه و زنها در انقیاد بیشتری در میان در اون در فاز اول مدرنیتی و استعمار به وجود میاد یعنی اینکه دنیا رو میگیرن دیگه دنیا رو مغلوب خودشون میکنن سلطه‌گری برش میکنن طبقه کارگر خودشون رو سلطگری بگید که مدرنیته در آغاز همراه با اعمال قدرت چه به طبیعت قد... چه به دیگری بس 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 ولی دیگری... چه نتیجه از این میشه گرفت يعني... با هند, و... اه... هند... با ایران اه... نتیجه که میخوام بگیرم که این فاز اول یعنی تما... که فاز اول خیلی چیز تجربه وحشتناکیه اه... و کشورهای غربی همشون از این فاز عبور کردن هند. طب... ببینید هند به اون صورت از این مراحل وارد این مرحله نشده و من فکر میکنم که به این دلیله که هم اه از اه هم اه پیشرفت نکرده به اون صورت که میتونست بکنه ولی در ضمن خشونتی هم که توش برقرار شده و اعمال شده کمتر بوده و, س... و میتونه و میتونه سرمشق بسیار خوبی برای این مرحله ایران باشه یعنی به دلیل دلوقتي... پریز از خشونت منظورتون بله ولی در اینا را... شما در کتابتون گاد and جاگرنات که نمیدونم به چی میشه ترجمه کرد معتقد هستید که استید که ایران از این مرحله عبور کرده الان اینجا یه جلوتر... تصویر متناقضی داریم یعنی ایران از نظر عبور از فازهای مدرنیته جلوتر از هنده جلوتره بله ولی نهادهای دموکراتیک توی ایران به وجود نیومده هنوز کاملا دموکراتیک ولی جامعه جامعه این لوازم ابتدایی مدرنیته و دموکراسی رو تا حد زیادی درونی کرده در خودش یه شکل دیگه اون که آقای وحدت میگن در خود صحبت شما بود خانم مقیسی شما و آقای جان بگلو هر دو معتقد هستید جامعه هن جامعه سنتی تریه میشه اونچه که آقای وحدت گفت رو در این معادله انسان و سنت دید انسان هندی ا... و سنت ایرانی ما... و هندت اولا ما داریم مقایسه میکنیم یک جامعه هشتاد میلیونی رو با یک جامعه یک میلیارد دلوقتي. و دویست هزار <تصفح> میلیون میلیون <ملیونی>. نفری یعنی <متحنت> واقعا این خیلی تفاوت وجود داره در رابطه با چه سرویس هایی میتونه دولت بده یا نده و غیره <متحنت> 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 اما پشت کردن به سنت خب به نظر من مدرنیته ایران فرض کنید اگر از انقلاب مشروطت به این سو ما نگاه بکنیم خب در رابطه با زنان جست و خیز کنن به هر حال یه سری حقوق ام، عرفی برای زنان به رسمیت شناخته شد حالا با توجه به مقاومت روحانیت برای فرض کنین مسئله برابری زنان که اصلا یک مسئله است که در به اصطلاح حوزه مذهب نمی گنجه. ولی به هر حال در دوران پهلوی ها مثلا خب با همه مقاومت ها بالاخره یه سری قدم هایی برداشته شد از لحاظ حقوقی ولی با خصوص در رابطه با توسعه اقتصادی که در ایران وجود داشت به حال یه مقدار واقعا حداقل در زندگی روزمره این مسئله مدرنیته تا حدود زیادی تجربه شده خوب. و بعد مسئله به اصطلاح از روستا به شهر اومدن که خود این خیلی اهمیت داشته خیلی، خیلی درست است که ویرانی جامعه ایران یه جامعه شهریه باید. خیلی خیلی متفاوت هست ولی جامعه اون موقع ایران ببینید حقوق اعطا شده بود حقوق اعطا شده نه نیست گرفتن حقوق زنان, نه حقوق نه زنان. این, این هم به نظر حقوق من گرفتنی, گرفتنی شما خودتون ده ده ده. برید حقوق منظورتون قبل از انقلاب ایران میگم نه به نظر من این اصلا با عرض معذرت به هیچ عنوان درست نیست زنان زنای ایران 150 سال است که برای حقوقشون دارن مبارزه میکنن و ادامه داریم سعی میکنیم می می ترکیب مناسبی بیابیم در مورد توانمندی زنان و به قول شما عاملیت زنان پیش و پس از انقلاب و بپرسیم که آیا انقلاب عاملیت زنان رو افزایش داد یا نه ولی بگذارید از آقای جان بگلو بپرسیم که این معادله سنت که به گفته خودتون اعتراف میکنید جامعه هند بسیار سنتیه دیگه. بله بسیار با مدرنیته چطوریه برای اینکه مدرنیته نیاز داره که خیلی از سنت ها رو پشت سر بگذاره دیگه یکی از مستقرترین و زخم زننده ترین سنت ها در هند همین سیستم کاستیه علا رقم اینکه قانون اساسی و بعد متمم های قانون اساسی در سالهای اخیر خیلی سعی کرده که این تبعیض رو از این اخیرا خود دولت هند اعلام کرد که در این زمین موفقیت چندانی به دست نیاورده آیا این سنت ها نیستن که نگه داشتن مدرنیته هند رو نه ببینید باز اینجا ما بود یک تفکیک بکنیم من همیشه اینو میگم برای خصوصا هموطنانم که اطلاعشون در مورد هند کمه که شما از نظر قانون اساسی میتونین که مثلا دالیت باشین یعنی از تا... تا... کاستای پایین جامعه باشید بله ولی شما میتونید که ر... نخست قان... با... بلی... وزیر ده بشید از اینکه نارایان چو ولی یا وزیر بشید دهه 90 میلاد ولی بله در ولی شما آه... یه خانواده هندو ممکن دخترشو به شما نده با اینکه مثلا نخست وزیر مملکتی به خاطر مسئله آره کدوم مهم‌تره ایدان بگلو اینکه یکی از اینها تونسته البته اینکه چی بشه ولی در سطح جامعه سلسله ما... اصولا من فکر می‌کنم که مدرنیته یکی از علائمش این است که سلسله روابط سلسله مراتبی به قول توکویل از بین میره و بعد از بین بره ولی خب به هر طول میکشه ببینیم الان ما داشتیم درباره خوشونه صحبت می‌کردیم که مثلا تجاوز یکی از در هند تفاوتش با ایران اینطوره در هند شما خشونت غریزی دارید ولی خشونت حقوقی ندارید در ایران شما ممکنه خشونت غریزی کمتر داشته باشید در میان جوانان ایرانی که خب برای 70 درصد جامعه زیر 35 سال هست ولی خشونت حقوقی دارید یعنی حکم اعدام دارید که در هند اعمال تقریبا نمیشه شما در هند به تازگی یک وزیر رو جنبش میتو و جنبش فمینیستی میتو این وزیر رو که کل پا کردم بلد. وزیر مسلمان بود ام جی اکبر به خاطر اینکه به زنا میخواست تجاوز بکنه درسته شما این موارد در کشور مسلمان نداریم برای اینا جز تضادهایی است که در جامعه هند وجود داره وحدت یه نتیجه گیری از اون حرفی که شما در دور قبل زدید اینه که باید خشونت اعمال شده باشه جامعه از یه مرحله بسیار خشن به گفته شما بسیار سخت عبور کرده باشه که به مدرنیته برسه آیا این ضروریه هند میتونه با پریز از خشونت برسه کما اینکه خیلی دارن سعی میکنن از این پریز از خشونت یاد بگیرن ببینین من اصلا از خشونت طرفداری نمیکنم متاسفانه <applause> اینطور بوده تا حالا امیدوارم خب اگه یه کشوری بیاد یه الگوی جدیدی برای وارد شدن به مدرنیته مدرنیت بندازه و کتابیه آقای وقتکیش و هن نبوده که همهش از تو کتابات خونده آقای ولی وحتش... اطاره... خب تاریخ بلدم بلد تا حدی ولی جواب هن بودید یا نه جواب این که این مدلی که شما دارید قربیه چه هسته آیا همیشه مدرنیتی باید به اشکال مشابهی ظاهر بشه؟ ببینید ما غربی و شرقی دیگه بیم یعنی انسانی که توانمند میشه نه غربی نه شرقی نه جنوبی نه شمالی انسان توانمند شده است که لازمه دنیای مدرن بدون های دنیای مدرن بدون انسان توانمند شده و عاملیت پیدا کرده و فایده پیدا کرده نمیشه شما نمیتونید ما مشروطه رو درست کردیم یه قانون اساسی خیلی خوب نوشتیم اه، 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 آزادی بیان داد داده شد نسبی حداقل مجلسی درست شد که نسبتاً آزاد انتخاب میشد نمیدونم تمام لوازم نهادهای دموکراسی رو ما صد سال و پیش درست کردیم ولی چون که اون آدمایی که بینیم از این رو حمایت بکنن وجود نداشتن منحل شد در یا محطان. مسئله استبداد سیاسی نه اگه آدمایی بودن که اگر انسان هایی وجود داشتن که حقوق اگه نه یه انسان هایی بودن یه،, یه تعداد تاثیرگذاری از جامعه بودش که حقوق خودش به خاطر اینکه فایده پیدا کرده یه روی سکه دیگه یه انسان فایده پیدا کرده و عاملیت پیدا کرده که زی حق میشه خودش رو دارای حقوق میدونه بله و اون باعث میشه که این نهادها نگه داشته بشن بله اگرم خانم مقیسی شما در میان مهمان ها کسی بودید که به استعمار به پیشینه استعماری هند توجه کردید خیلی ها میگن که اتفاقا این پیشینی استعماری هند از بعضی جهات کمک کرده به هند نهادهای مستقل و استخوندار هند مال اون دورن اگر سیستم قضاییش مستقل سیستم احزاب سازوکار سیاسیش تا حدی میشه گفت این سیستم فدرالش برای اینکه چنان سیستم فدرالی میشه گفت پیشرفته ای داره که به راحتی طی ده های متمادی در یک ایالت میتونه یک دولت ایالتی کاملا مخالف دولت مرکزی به کارش ادامه بده به هر حال خب این یه بحث وجود داره من... که حداقلش این هست که استعمار به هند مسئله اولا به اصطلاح تضعیف سیستم کاست رو داد <applause> که وا یه واقعیت هست سیستم نمیدونم تلگراف و مخا... مکالمات و غیره رو داد و دموکراسی که خب اونم نمیشه انکار کرد به هر حال دموکراسی ن... نهادی است که از اون زمان ایجاد شد و تداوم پیدا کرد پس از استقلال هند اما من میخوام یه م... مورد در مورد خشونت واقعا این چون این مسئله خیلی مهمی است با توجه به اینکه عمدتا زنا هستند که هدف خشونت قرار میگیرن با خصوص چه در هند و در ایران آقای جهان بگلو به نکته خیلی درستی اشاره کرد و اون اینه که در هند از لحاظ قانونی خشونت از میان رفته ولی در ایران قانون هست که خشونت رو عمدتاً پایدار میگه میداره و چیز، چیزی که نکته که گفتین فقط مسئله به اصطلاح اعدام دیگر, دیگر جنس خواهان و غیرون نیست یک نکته دیگه مسئله فرض کنین امر به معروف و نهی از منکر هست آنه. در ایران یعنی که تمام وقتی که آقای خامنه ای میگه آتش به اختیار در حقیقت یعنی که افراد جامعه همه مسئول اعمال خشونت نسبت طبیعتا به زنان بیشتر از همه اگر که رفتار اونا رو مغایره با اصول اسلامی حالا به تعریف آقای خامنه ای ببینن خب این دیگه این خشونت اصلا قابل قیاس نیست با هند خشونت ناشی از اقدامات افراتی های هندو و در واکنش به اون البته اسلامگراهای افراتی این رو چه میشه گفت؟ این در حال اوجگیری بوده دیگه در سالهای اخیر مورد غریزی نیست که به قول شما بله قریزی در اوجگیری هست البته حزب بی جی پی در مقایسه با حزب که حزب حاکمه که بله. حزب حاکمه در رابطه با حزب کنگره که قبلا بوده خب بله افراطی عناصر ن... ال... ال... افراطی درشون هست نه اینکه خودش تماما دولت افراطی برای اینکه در اون دولت شما آدمای سیک هم دارین که کار میکنن ممکن مسلمان هم باشن ممکن مسیحی هم باشن آخر فقط این نیستش بله. که اه... ممکنه این اتفاق بله افتاده و اینو باید گفتش ولی دف... مقاومت در مقابلش از طرف روشنفکران هنرمندان فمینیستا جامعه مدنی بسیار قوی بوده شما جراید آزاد در هند دارین دیگه بسیاری از کشوران مسلمان جهان ندارید میدونی اینو فراموش نکنید شما در دو... دو ماه گذشته در قانون جزا ز... زنا رو دیوان عالی کشور ز... گفت ز... زنا مسئله جزایی دیگه نیست اگر که یعنی قانون سرکاری نداره قانون باشد. سرکاری نداره برای این شوهر یا زن هر کدوم به یک عملی انجام بدن که میشه گفتش که جنایی باشه یعنی مثلا زنش بکشه به خاطر اینکه مثلا رابطه با یه مرد دیگه داشته زندانش میکنن خب اینا نکاتی است که من فکر می‌کنم تدریج یه جامعه رو می‌تونه تغییر بده در, در واقع عملیاتی که ایشون میگن اینه البته باید آدم واقعی باشه جامعه هند یه جامعه است که اصولا در روستاهاش و ملتی که سنتی هستن تقدیر طلبن یعنی به تقدیر اعتقاد دارن ایرانیا دیگه تقریبا به هیچ امر معنوی و مذهبی دیگه اعتقاد نداره جامعه ایران لاغر کمی... یک کمی،, فکر میکنم آمیت دارین میدین شما در, در این مورد ماره هند یا ایرانو؟ ایران رو ایران رو اعتمال ایران, تو ایران, خیلی قدیه نه ببین تقریبا... جامعه ایرانو جوان ایران رو من میبینم جامعه جوان, ایران رو میبینم جامعه جوانی است که اصلا براش این چیزا مهم به نظر میاد ولی بالاخره همین جامعه جوان میره شبای احیا قرآن رو سرش میگیره و... در آشورا و تاسوعا هر چند شبیه جشن نمیتو شرکت ولی نوع متفاوتی پارتی میگیرن نه ببینید من با کل به اصطلاح استدلال شما موافقم ولی فکر میکنم اونجایی از شما جدا میشم که یه مقدار، بخیلی کلی می... خیلی کلی من میگیم من الان قبول میکنم، اوه. نمیخوام اینقدر کلی بگم ولی واقعا من و برخوردم و با جوانان دیگه در مورد همین... دولت فندمنتالیستی که هندو فندمنتالیستی که روی کار هست آیا فکر نمیکنین که یک کمی دارین به اصطلاح میبخشینش روی بعضی نه؟ مسائل می روی نه، روی و فقط اون نیست هر جا فندمنتالیست ها قدرت رو میگیرن بله. حالا چه در جامعه قدرت بگیرن چه در دولت بله واقعا مثلا خشونت رو تشویق میکنن نه قانونی اما به طور غیر مستقیم بله. همه جا اتفاق ولی پاسخ خوب هم باید بله باشن یه, یه نکته من باید باید پاسخ خوب باشن زمنا بله تشویقشون هم ممکنه ببرن در بله چند ماه دیگه بر از انتخابات منظور شما انتخابات انتخاباتی که در ماه 2019 برای یک نکته در مورد خشونت بگم ببینید خشونتی که نهفته در فقره خیلی زیاده و ما رو... در هند منظورتونه در هند بله وقتی که فق، اون فقر و فاقه وحشتناک خشونت خشونتی که خب اسمش رو نمیذارن خشونت ولی کسی که بچش مریض میشه میمیره نمیدونم به بلاهایی که سرش میاد به خاطر فقر اون خشونت خیلی هم برهنه است در واقع ولی خب ازش اسم خشونت نام برده نمیشه ولی خشونته آیه وحدت ما یه بحثی در پرگار چند سال پیش داشتیم در مورد این معادله نهاد نهاد سیاسی، نهاد اجتماعی، نهاد اقتصادی و سوژه یعنی فرد انسانی بود برای عبور به در اون برنامه دموکراسی ولی در مورد مدرنیته هم همین رو میشه گفت در اون بحث دو مهمان بودن که یکی میگفت که نهادها بسیار مهم هستند معمولا ساختارگراها چنین دیگه به دیگه میگه که باید یک دولت توسعه‌گرا باشه قانون درست باشه سر جاش نهادهای مدنی باشن قوه قضاییه مستقل باشه و روی نهادها تکیه میکنه البته نهادهای اقتصادی و اجتماعی هم همینطور مهمان دیگر روی سوژه انسانی که معادل است با فرهنگ با عادات با سنت هایی که سوژه انسانی بهش پای بندن تکیه میکرد به نظر میاد شما روی این سوژه خیلی تکیه میکنید و میگید برای رسیدن به مدرنیتی که خودتون دارید تعریف میکنید این سوژه باید عاملیت پیدا بکنه آیا فکر نمیکنید در این حال شما بی توجه هستید به نهادها از جمله همین نهادهای سیاسی هند از جمله سیستمی که درش رقابت آزادانه هست آزادی بیان هست در یک نهاد بسیار مهم در هند مطبوعاتش هستن اینها رو اگه کاملا جدا بکنید بذارید کنار را بگید انسان هندی به اون عملیاتی که فکر میکنید باید برسه نرسیده یه مقدار بخشی از واقعیت رو ندیدید نه؟ در کابلا درست میگید ببینید اینا این نیستش که یکی از اون مهمتر هر دوتاشون اهمیت دارن اه ببینید من گفتم مثال تر رو زدم درسته که مشروط موفق نشد ولی تجربه خیلی خوبی بود ببینید در خاطر جمعی ایرانیا موند و فهمیدن یعنی دموکراسی رو به یه جوری وارد ایران کرد اینکه یعنی نهات ها خیلی مهمه که درست بشه بله. اما از طرف دیگه تا اون زیر درست نشه تا جامعه تغییر پیدا نکنه نهاد نهادها ها نمیتونن چیز نمیشن ولی به نظر من هر دوتاشون اگر ایدئال اینه که هر دوتا بتونن به همدیگه تاثیر بذارن و روی همدیگه تاثیر بذارن ولی تو خود قرب هم اگه نگاه بکنین که این درسته اول اون انسانهایی که آمنیت و فایدیت دارن روی کار اومدن بعدا این نهادها ها توسعه پیدا کرد البته وجود داشتش ولی توسعه پیدا کردش ولی خب یه سوال مرگ و تخم این به یه نکته مهمی میرسونه یا شاید مقایسه جالب باشه ایران ظرف صد سال انقلاب مشروطیت ما توی برنامه دیگه هم گفتیم انقلاب 1357 جنبش ملی کردن صنعت نفت و اگر جنبش های دیگه جمله جنبش سبز سال 88 در نظر بگیریم میبینیم که انسان های ایرانی اگر بشه چنین اسمی گذاشته این ملت برحال همیشه در تلاتم بوده دیگه من. این تلاتم به این شکلش یعنی اراده برای تغییر سیاسی رو در هند شما میبینید آقای جان بگلو خیلی بیشتر من الان میگم ام. که بیایم در مورد آینده هند ده سال دیگه یا پنج سال دیگه با آینده ایران مقایسه کنیم آینده ایران تاریکه بدیل های سیاسی ایران همه خشنن، چه سلطنت طلبها چه مجاهدین، هر کدوم هم خشونت وحشتناک بسیاری میگن که بر تنها که بخوایم که ما گذار بکنیم باید بکشیم نابود کنیم، در هند شما اصلا چنین آلترناتیوی نمیدونید یعنی اقلیتن اقلیتن خب من مطمئن نیستم من مطمئن قوشی نیستم قوشی که هستم. اینو اقلیت باشن برای اینکه من وقتی که گفتمان ملت ایران میبینی از خش خیلی توش خشناکن خشگینن یه نکته رو فراموش میکنین اگر ایرانیان تقریبا هر 20 سال یه جنبش دارن برای اینکه هنوز دنبال اون چیزی هستن که قرار بود انقلاب مشروطیت و, و اون آزادی به دست حکومت قانون هیچ وقت ف... این چیزا ب... ب... اما در سریع حت انجام حتی نمیشه از 1948 بله به بعد حداقل یک دولت مستقل و به هر حال دارای دموکراسی بله دموکراسی بله. این, این فرایند دموکرات شدن و مدرن در شدن, شدن شما این فرایند هم پس که مسئله عاملیت در یک ملت وجود داره و در دیگری وجود نداره نه من کم و بیشش رو گفتم حتی کم و بیش هم نمیتونین اگر موافق هستید خداحافظی کنیم شاید چند دقیقه در پادکست بشه این بحث رو ادامه داد وقتی آیش. دوربین ها خاموش میشن با آخر برنامه تلویزیونی این هفته میرسیم تشکر که پایین بحث نشستید و تشکر از مهمان های برنامه رامین جان بگلو فرزین وحدت و هایده مقیسی پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید شب و روز بر همه شما خوش thank you